سلام و سلام و سلام، اومدیم با یه ویدیو دیگه برای ساز جذاب گیتار. امروز میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد آکورد های آهنگ اگه یه روز به سفر. همونطور که قبلا گفته بودیم در مورد صحبت کردیم در مورد چارچار رومبا، ما این آهنگ رو میتونیم با این حالت چارچار اجراش بکنیم، یعنی یک و دو و پاپاگادو و چهار و میشه یک و دو و با این حالت میشه این آهنگ رو اجرا کرد. البته خب نمیشه کتمان کرد که هر چقدر دست شما اوکی تر و سریع تر و تمیز تر بتونه آکوردا رو بزنه، این ریتم رو بزنه، صدای بهتری هم میتونه ازش بگیره، که البته خب این با تمرین به دست میاد، چیز خاصی هم نیست. ما اصلی این آهنگ، یعنی آکوردهای اصلی این آهنگ از سی مینور شروع میشه و بعد به لا مینور، به لا ماژور میرسه و سول ماژور و فا دیز ماژور. ما اینو فعلا یه ذره ساده ترش میکنیم، میاریمش تو لا مینور که به این سیکل آکوردی که ما داریم انجام میدیم میگیم لا مینور اسپانیش، یعنی لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور پشت سر هم. خب همونطور که گفتیم قبلا هم توضیح دادیم، لا مینور رو اینجا میگیریم، سول ماژور رو میتونیم به این شکل بگیریم، فا ماژور رو میتونیم به این شکل بگیریم و بعد می ماژور رو میتونیم به این شکل بگیریم. خب حالا این لا مینور، سول ماژور، فا ماژور، خب سول ماژور و فا ماژور رو که قبلا هم توضیح دادیم، سول ماژور رو میتونیم به شکل باره بگیریم و فا ماژور هم میتونیم به شکل باره بگیریم. حالا بچه ها شما میتونید لا مینور، سول ماژور که اینجا گرفته میشه، بعد فا ماژور و می ماژور رو بگیرید. خب حالا اینا رو وقتی اگه قرار باشه به شکل باره بگیریم به چه شکلی میشه؟ شما لا مینوری که اینجا میگیرید، خب البته من تو درس قبلی اینو بهش اشاره کردم، توضیح هم دادم ولی بازم میگم، لا مینوری که اینجا میگیرید، این لا مینور رو میتونید توی فرت 5 بگیرید، یعنی انگشت بارتون، انگشت یکتون که باره رو قرار بگیره روی فرت 5 قرار بگیره و شما با انگشت های 3 و 4، یعنی انگشت 2 بیکاره، با انگشت های 3 و 4 فرت 7 رو میگیرید، سیم های 5 و 4 رو. پس چی شد؟ با انگشت اولتون فرت 7، فرت 5 رو میگیرید، با انگشت 3 و 4 تون سیم های 5 و 4 رو در فرت 7 میگیرید و این انگشتتون بیکاره. البته بیکار به این معنی نیست که باید اینجوری باشه، یعنی فشار بهش بیاد، فاصله بگیره، نسبت به سیم یک فاصله حدودا مثلا یک سانتری داشته باشه و بیکار باشه. خب ما یه آکورد رو بهش میگیم لا مینور و همین آکورد بعد خیلی راحت، حالا داستانش چیه، همین آکورد رو شما خیلی راحت میتونید تبدیل به سول ماژور کنید. ببینید چقدر راحت به هم بس میشه، لا مینور، سول ماژور. فقط فشاری که داخل انگشتاتون هست یه ذره شل میکنید بدون اینکه از سیما بلندش بکنید. لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور. سیکل ما اینه، لا مینور، سول ماژور، بارش رو که قبلا دیگه توضیح دادم اینجا، یعنی همون لا مینوری که شما اینجا گرفتی روی فرت 5 و با این دوتا انگشت و این انگشت آزاد بود، همین این باره میاد روی فرت 3 با این تفاوت که این انگشت هم سیم سوم رو میگیره و این به همین شکلی که کاملا هست برای رفتن به فا ماژور، دیگه حتی تغییر هم نمیکنه اصلا، همینجوری میره اینجا میشه فا ماژور و بعدم که دیگه آکورد می ماژور که جزء اولین آکوردهایی بود که در مورد صحبت کردیم. پس آکوردهای آهنگ اگه روز بری سفر آقای فروز اسرانی گفتیم لا مینور، سول ماژور، بعد فا ماژور و بعد می ماژور. خب گفتیم حالا این لا مینوری که اینجا گرفتیم میتونیم اینجا هم بگیریم، یعنی فرت 5 و فرت 7، سیم های 5 و 4 با انگشت های 3 و 4 میشه لا مینور. همین لا مینوری که اینجا میگیرید این هم میشه لا مینور. خب تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که شما اینجا لا مینور رو یه ذره با صدای بمتری داری، اینجا با صدای یه ذره زیرتر. حالا من چرا دارم اینو بهتون یاد میدم؟ اگه یه روز بری سفر با لا مینور شروع شه و آکورد 4 4 رومبا، اگه یه روز بری سفر، حالا بعد از اینکه اینو خوندین و بعد که میگه اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی، اینو که گفت اونجایی که میگه اگه یه روز اینوم تو میخواد بره توی حالا قسمت ترجیبن یا اوجش، اونجا لامینو رو شما باید اینجا بگیرید، اینجا بگیرید خوشگلتر میشه. حالا اگر اینجا هم بگیرید اشکالی به وجود نمیاد ولی اینجا قشنگترش میکنه، چون صدای داره یه ذره میره بالاتر دیگه، داره میره که مثلا اوج بگیره، شما هم آکوردتون رو میارین تو این قسمتی که صداش یه ذره از نسبت به این لا مینور سر دسته یه ذره صداش رساتره، یه ذره صداش بازتره، صداش به اصطلاح زیرتر شده، یعنی تیزتر شده، داره به سمت اوج میره، انگار شما دارید صداتون رو
پرت میکنید به سمت زیرتر شدن و بعد سول ماژور و بعد فا ماژور و بعد می ماژور. کلن یاد بگیرید بچه ها آرمانم دیگه از این سول ماژور دست بکشیم. خب بیاین تو این سول ماژور چون خیلی امکاناتش بیشتره. این سول ماژور اینجوری گرفتن باعث این میشه که شما باره ها رو یاد بگیرید و باره ها رو یاد بگیرید انقدر محدوده آکورد نوازی شما زیاد میشه. حالا به قول معروف ما که از اولش با هم دیگه پیش اومدیم یه چیزی رو به قول معروف بدون تعارف بگم، الان به خاطر که من میدونم بیشتر شما چون هی میذارم مثلا استوری میذارم که باره ها رو مثلا فعلا میگید نه باره سخت فعلا، به خاطر همون واقعیت من دارم لا مینور حرکت میکنم، لا سول فا می میگیرم. وگرنه اصلی آهنگ رو ببینید از اینجاست، سی مینور بعد لا ماژور بعد سول ماژور که همین لا ماژور اینجا میشه گرفت، یعنی همین لا مینور رو شما وقتی این انگشت نیست میشه لا مینور، وقتی بذاری روی سی مسه میشه لا ماژور و بعد سول ماژور فا ماژور فلا. خب این آکوردا رو شما اکثرشون باره دارن، پس خواهشم باره دارا رو خیلی خوب یاد بگیری. من دیگه چند جلسه بعد دیگه رحم نمی کنم و دیگه آکوردا رو ساده نمی کنم، میریم تو همون باره دار، یعنی اصلی آهنگ هر چی که بود همونو ما میذاریم. خب این آهنگ بهش میگن اگه یه روز بری سفر، گفتیم لا مینور سول ماژور فا ماژور می ماژور. میتونید لا مینور رو اینجا بگیرید، سول ماژور رو اینجا بگیرید، فا ماژور رو اینجا بگیرید و می ماژور رو اینجا. البته این رو هم یاد بگیرید که خیلی به دردتون میخوره، لا مینور فرت 5 همونطور که بهتون گفتم. پس بچه‌ها آکوردای اگه بری سفر لا مینور سول ماژور فا ماژور می ماژور کلا شما این 4 تا آکورد رو یاد بگیرید که پشت سر هم دیگه بزنید. جلسه بعد ما آکورد اگه روز بری سفر رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. تصمیم گرفتم از این بعد این کارو بکنم، یعنی اول آکوردای اون آهنگی رو که می‌خوام که با هم دیگه کار بکنیم و بهتون بگم یه 2-3 روز 4 روز تمرین بکنید، بعد بریم سراغ خود آهنگه. خواهشاً تمرین کنید که بتونیم وقتی رفتیم رو آهنگه بتونیم با هم دیگه بزنیم و لذتش رو ببریم. همزمان با تمرین این آکوردا خواهشاً 4-4 رومبار هم دوباره تمرین بکنید که من یه 4-4 جدیدم میخوام بعداً بهتون یاد بدم که تو دل همون 4-4 رومبا به قول معروف در میاد. بعد دیگه چیز دیگه نمونده، این 4 تا آکورد تمرین کنید. لاکی سبشر کام دیگه تو نره به دوستان که فکر می‌کنم این ویدیوهای تجربه بهشون معرفی بکنید که بتونن استفاده کنن ازشون و طبق معمول همش برای شرکت که اسمتون تو دایرکت پیغام بدیم و امیدوارم که موفق باشید.